تجمع‌های اعتراضی در تهران و اصفهان. سازمان منع تکثیر تسلیحات شیمیایی: حمله به دومای سوریه با گاز شیمیایی کلور انجام شده است. تصمیم‌گیری مجمع درباره کنوانسیون پالرمو به سال آینده موکول شد. جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به افزایش نرخ بهای زندگی و ناتوانی آنها در حل مشکلات در برابر وزارت کار رژیم در تهران تجمع کردند. خریداران خودروی جک اس‵5 در مورد پیشفروش قطعی خودروی جک اس‵5 و بدعهدی شرکت در خصوص افزایش قیمت برخلاف قرارداد مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. صبح امروز جمعی از حوالداران ایران خودرو در اعتراض به تخلفات ایران خودرو و پارس خودرو در مقابل وزارت صنایع رژیم در تهران تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی خواستار تحویل خودروهای خود شدند. جمعی از مردم شهر چرمهین در استان اصفهان در اعتراض به بیکفایتی کارگزاران رژیم در اتمام پروژه‌های چندین ساله ورودی‌های چرمهین که منجر به تصادفات متعددی شده است تجمع کردند. مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی روز شنبه جلسه خود برای بررسی لایحه پالرمو بدون نتیجه به پایان رساند. به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس، تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو به سال آینده موکول شد. حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه هم پالرمو و هم CFT هر دو از پیچیدگی خاصی برخوردار است، گفت: برای بحث کارشناسی بیشتر در جلسات بعدی روی آن کار می شود تا تصمیم گیری شود. سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد بازرسان این سازمان معتقدند در حمله فروردین ماه امسال به شهرک دومای سوریه از گاز شیمیایی کلور استفاده شده است. این حمله که روز 18 فروردین سال جاری توسط رژیم اسد انجام شد به مرگ ده‌ها غیر نظامی منجر شد. این حمله انگلستان، فرانسه و آمریکا را واداشت تا به حملاتی هوایی علیه رژیم سوریه دست بزنند. ائتلاف ملی نیروهای انقلابی سوریه با انتشار اطلاعیه‌ای از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی خواست تا برای دفاع از حقوق مردم سوریه اقدام فوری انجام دهد. در این اطلاعیه با اشاره به حملات رژیم اسد و شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران آمده است: ده‌ها هزار نفر در نتیجه این حملات مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. ائتلاف ملی سوریه همچنین خواستار محاکمه عاملان این حملات در دادگاه‌های بین‌المللی شد. ده‌ها هزار نفر در الجزایر برای هشتمین روز متوالی با تظاهرات علیه عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور خواستار خودداری او از حضور در انتخابات ریاست جمهوری شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که در پایتخت و چند شهر دیگر این کشور برگزار شد به تصمیم بوتفلیقه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این تظاهرات به درگیری با پلیس منجر شد که یک تن کشته و 63 تن مجروح و 45 تن بازداشت شدند.